یلدای هزاران ساله، جشن آریایی، جشن سپیدی، فروغ، گرما و جشن اتحاد ایرانیان و یادآوری اسطوره‌های ماندگارمان. برگزاری این جشن نشان از آن دارد که ایران شهر دارای فرهنگی غنی و استوار است. ایرانیان خوش‌ذوق و خوش‌سلیقه که با طبیعت آنسی دیرینه دارند و عاشق جشن. سنت‌ها و آداب دلنشین جذاب و غنی از حکمت و فلسفه هستند. چله یا یلدا پیشینی بس کهن دارد. ایرانیان هزاران سال است با خجستگی و فرخندگی نخستین شب زمستان را در نیمکره شمالی تا سر تا سر سرزمین های ایرانی تبار همراه با ایرانیان پراکنده شده اما پایبند آیین های باستانی و کهن جشن می گیرند که اکنون این جشن ها مرز ها را شکسته و جهانی شدند. جشنی که هزارها را طی کرده و در میان تازش ها و کشمکش های تاریخی عزیزتر از گذشته خود را به ما رسانده تا ایرانیان هر کجا که هستند بر پایه باورهای دیرینشان آیین‌هایی را با هیجان در طولانی ترین چشم انتظاری برای دمیدن خورشید تا سپیده برگزار کنند. بر پایه باوری دیرینه بلندترین شب سال زمانی پیش می آید که آناهیتا یا ناهید نماد پاکی در باورهای ایرانی مهر یا میترا را به زاد آورده است. مهر و میترا پیمان دوستی در تاریخ ایرانیان است و شب چله نام گرفته. زیرا تا سده 40 شبانه روز است و یلدا هم میگویندش یلدای جادویی و جاودانی که به معنای تولد و زایش است. چله در نیمکره شمالی از غروب آفتاب آخرین روز پاییزی آغاز شده و تا برآمدن آفتاب در نخستین روز زمستانی ادامه دارد. و همان جشن تولد میترا و در علم نجوم نقطه آغاز زمستان شمرده می شود که جشن انقلاب زمستانی نام گرفته. انقلاب زمستانی به 24 ساعتی گفته می شود که کمترین ساعت روشنایی روز را در سال دارد و در روزگاران گذشته در بین اقوام ایرانی و برخی دیگر نمونه ای از باورها، نمادها، آیین‌ها، آداب و رسوم، داستان‌ها و افسانه‌هایی بوده که سبب پیوند انسان‌ها می‌گردید. آیین مهرپرستی که پیش از ورود زرتشت در ایران باب بوده، جشن تولد مهر در شب انقلاب زمستانی و نماد مهر خورشید است و زادن مهر در تاریک‌ترین و درازترین شب هر سال که نوید بخش فرداهایی است روشن و پر امید. و از فردای این شب است که تابش نور ایزدی افسون یافته و خورشید تولد و زایشی دوباره پیدا می کند. گویی خورشید روز اول دی دوباره متولد می شود و چون نوزادی روش کرده و هر روز قد کشیده و بلندتر می گردد. این جشن در آغاز نام فارسی دی بر خود گرفته بود که نام آفرینندگار در زمان قبل از زرتشتیان بوده است. در روزگاران کهن آیین مهر ایرانی را ایرانیان با ویژگی‌های خاصی برگزار می‌کردند که تا هم‌اکنون نیز بسیاری از آنها ادامه یافته. دسته‌های فامیل، بستگان، وابستگان، دوستان و همسایگان گرد هم آمده بساط سور و ساتی به راه می‌اندازند، خانه ویژه می‌گسترانند و بر آن آجیل، شیرینی، میوه‌های تازه با رنگ قرمز چون انار و هندوانه و خوشبار میچینند. گذشتگان من این شب را تا سپیده آتش میافروختند و چراغ روشن میکردند تا با اهریمن تاریکی و سیاهی ستیز کنند و یاری رسان مهر باشند، زیرا که آنها روشنایی و آفتاب را نشانه نیکی و تاریکی و سرما را نماد پلیدی می دانستند.
از دیگر مراسم قصه گویی آیینی بود که توسط شیرین گفتارها و بزرگان خانواده انجام می گرفت تا جوانترها و کودکان هم درس زندگی بیاموزند، هم گنجینه واژگانشان پربار گردد و هم به پاسداری از میراث فرهنگی و ملی پرداخته شود. از گذشته تا حال باورمندان یلدا تمام شب را به خوشگذرانی و شب زنده‌داری و خواندن شاهنامه و گرفتن فال حافظ خود را سرگرم می کنند تا اندوه غیبت خورشید و تاریکی و سردی به سر آید و پرتوهای رهایی بخش خورشید از فردا زندگی دوباره گیرند. شاهنامه خوانی و قصه گویی و حافظ خوانی بزرگترهای فامیل زیر کرسی های مادر بزرگ این روزها جزو خاطراتی است که شاید برای نسل کنونی و نسل های آینده حکایتی است رویایی که فقط در کتاب ها می توان خواند و تصویرش را دید. اگر برگزاری جشن یلدا به هزاره های پیشین باز می گردد، بدون شک فال حافظ و خواندن شاهنامه در سده های اخیر به آن و به آداب شب چله اضافه شده است. بیاییم به هر آیین و چیشی که هستیم و در هر کجا که زندگی می کنیم به ایرانی بودن خود ببالیم و پاسدار آیین های خردمندانه پدرانمان باشیم و این میراث فرهنگی ملی را پاک و ناب به آیندگانمان بسپاریم.